در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود یکی از سوال هایی که یک شنبه دوی جمادی اول 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که حکم شهادت سالسه در تشهد نماز و نیز سلام بر معصومین علیهم السلام در سلام در سلام نماز چیست؟ پاسخ آیت الله شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. تعبیر اکو پی کتاب شیخ طوسی به اسم المصباح مصباح المتحجد شیخ طوسی نقل الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة بدون إعادة كلمة وأشهد يعني بعد الشهادة بالنبوة يقول وأن عليا ولي الله هذا ما يخالف أما يجيبهم أشهد ما مشكلة في الصلاة الصلاة كلها تكلم مع الله عز وجل أو دعاء وطلب من الله أو ذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن هاي الصلاة أما واحد يخاطب غير الله بالصلاة حتى الأئمة عليهم السلام هذا مشكل لأن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك فقط فد استثناء له وهو السلام عليك ايها النبي هذا بالصلاه خطاب مع غير الله عز وجل هذا استثناء دليل خاص له اما غير مشكل الا اذا كان بعد السلام الاخير يعني بعد السلام الواجب وهو اما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد ذلك يسلم او بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد السلام عليك أيها النبي لا خطاب لغير الله عز وجل مشكل إذا ممكن أكو خطاب على كل مو معلوم إشكال يكون به يعني إذا ما يخاطب الأئمة ما يقول إذا يقول السلام على الأئمة لعله ما بيشكل أما إذا يخاطب الأئمة السلام عليكم يقول خطاب الصلاة بغير الله عز در نشست علمی یک شنبه دوی جمادی الاول و همچنین سالهای مختلف دیگری درباره اعتماد به تصحیح سند احادیث توسط اهل خبره وظیفه معموم هنگام اشتباه در قرائت امام جماعت مسجد الاقصا که قبل از اسلام معبد بوده چگونه نامش مسجد است حکم عدول از خواندن سوره پس از حمد حکم وضو یا تیمم بدون پوشاندن اورت، حکم مراجعه به ساهر برای ابطال سحر حکم نماز خواندن با غسل جمعه پیرامون تقلید از مراجع محلی و عدم رجوع به اعلم حکم زکاتی که در برخی از کشورهای اسلامی حاکم غیر شیعه به زور از مردم میگیرد حکم زکات نزد شیعه تذکر به شخصی که جاهلانه امر به معروف و نهی از منکر می کند ترویج کتاب اخلاقی که مطالب منحرف اعتقادی دارد منظور از گسست شدن عروه وسقای الهی پس از شهادت امیر علیه السلام با وجود امام حسن و امام حسین منظور از سابقون و اصحاب الیمین در سوره واقعه منظور از النوا و رزوا و زیتوا در دعای ندبه کجاست توصیه به مبلغین در کشورهای غیر اسلامی عمل به مواردی که شیخ مفید در کتاب مقنعه مستحب دانسته عمل به مواردی که شیخ مفید در کتاب مقنعه مستحب دانسته و دلیل روایی آن را نمیابیم قاعده تسامح در عدلی سنن برای دعاهایی که از کتابهای مخالفی نقل شده حکم تلقیح مصنوعی خواندن دعای اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا برای میت فاسق انتشار حدیث جلی در موبایل توسط روزدار پرسیده شد که آیت الله شیرازی دامزلو به یکایک سوالها با سعی صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان انقلاب کوچه 6 رأس ساعت 11 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.